بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، سلام‌های گرم و صمیمانه منو بپذیرید. سیما بهاری هستم، همراه با همکارم آرش یزدان در خدمتتون هستیم از یکی دیگه از برنامه‌های گفتگو. یکی از اقدامات مثبت یا به هر حال میشه گفت مفیدی که اوباما طی دوران رئیس جمهوریش انجام داد، بیمه درمانیه، تصویب بیمه‌های درمانیه. همین مصوبه منتها از طرف جمهوری خواهان و مشخصا شخص ترامپ مورد حمله قرار گرفت و برچیدن اون در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شد. در همین رابطه گفتگو میکنیم با مهمون برنامه‌مون سعید مدانلو. سلام میکنم به شما سعید مدانلو، به برنامه‌مون خوش اومدید. خیلی ممنون، سلام میکنم به همه عزیزان، به شما، امیدوارم خسته نباشید، روزای خوبی رو در پیش داشته باشید، شاد و تندرست باشید. خیلی ممنون، همچنین شما. اجازه بدید از همینجا شروع بکنیم، مختصری در مورد کلن تاریخچه بیمه و خدمات درمانی در آمریکا برامون توضیح بدید. راستش من به اون صورت در مورد اینکه چگونه در اروپا به طور کلی، به خاطر اینکه در این مورد اروپا مبنا بود از ابتدا، تاریخچه‌اش رو تا آنچنان نمیدونم، ولی روندی رو که طی کرده در طی تاریخ اخیر سرمایه‌داری، بخصوص از بعد از جنگ جهانی دوم تا اینجا، به مراتب مردم تونستن بدین لحاظ، یعنی از لحاظ دریافت خدمات درمانی و تأمین اجتماعی و سوشال سکیوریتی که بعدها در آمریکا باب شد، اینا به مراتب تونستن تحمیل کنن به حکومت هاشون این مزایای اجتماعی و این حقوق رو. در آمریکا از اونجایی که حجم سرمایه خیلی بالا بود، به مراتب میشه گفت درآمد، یعنی آمریکایی خودش رو مقایسه میکرد، هر آمریکایی توی اون پایین ترین سطوحش اگه خودش رو مقایسه میکرد با مکزیک یا هر کجای دیگه دنیا، خودش رو هنوز خوشبخت حس میکرد و خیلی از شعارهای سرمایه‌داری رو مخصوصا دوران رونقش میخرید و کمتر دنبال این داستان بود، تا اینکه در سالهای 60-61 بود که خود کندی وقتی میخواست به سرکار، موضوع پرداخت بیمه یا تقبل بیمه برای افرادی که از 65 به بالا هستن بازنشسته محسوب میشن و خواست که به گردن به اصطلاح تکس پیرا یا مالیات پردازان آمریکایی بندازه. از اونجا شروع شد تا اینکه در زمان جانسون، حالا کاری نداریم که چی گذشته از زمان کندی، زمان جانسون سال فکر کنم 65 یا 66 بود که اجرا شد یک برنامه به اسم مدیکر که به افراد 65 سال به بالا به صلاح بیمه میداد، که تقریبا میشه گفت میده که چیزی شبیه همون چیزی که الان در اروپا هست، منتها به افرادی میدادن که اونا سوشیال سکیوریتی پرداخت کرده بودن، بیمه بازنشستگی از قبل پرداخته بودن، حدود 2.9% اگر کارفرما داشتن نصف میداد، نصف کارفرما. به حال این تصویب شد سال 65، بعدها یک مندیت اضافه شد که اونهایی که 5 سال دیگه، حالا سوسیتم پرداخت نکردن ولی 5 سال شهروند آمریکا هستن، میتونن از این مزایا استفاده کنن. با این وجود میتونم خدمتتون عرض کنم تا سال 2010 16% از 300 میلیون جمعیت آمریکا، یعنی روی 47 تا 48 میلیون نفر تا 2010 بیمه سلامتی و تامین اجتماعی برخوردار نبودن. خب یه در مورد تاریخچه گفتین، حالا که خوبه یه مقدار در مورد سیاست دولت‌های مختلف در قبال بیمه و خدمات درمانی، اوضاع عمومی مردم چقدر شامل حالشون میشه و تا تصویب اوباماکر ببینیم چه جوری تغییر و تحولات بوده. بله، من حتما به این میرسم. اجازه بدید که از طرف سیاست حکومت‌ها، به عمدتاً میدونیم که دموکرات‌ها بودن با محافظه‌کاران، اینها مخصوصا دموکرات ها همیشه از این داستان به اصطلاح سوء استفاده کردن، یعنی استفاده کردن به عنوان یه ابزار سیاسی برای اینکه بتونن به اصطلاح ووت بیارن، بتونن رأی بیارن و
در دست میگیرن. مثلا کلینتون سالهای 90 اول 90 که سر کار می اومد به همراه همین همسرش هیلاری کلینتون، اینا دوتایشون حسابی بستن پای یونیورسال هلسکر یا بیمه فراگی، یک اسم گنده شده بود که اینجا دیگه اصلا هر طرف نگاه میکردی شما میدید اینا دارن یونیورسال هلسکر رو دارن به اصطلاح تبلیغ میکنن. به هر حال پاش کوبیدن و حسابی هم برایش رأی جمع کردن بابت این قضیه. چرا؟ برای اینکه مردم آمریکا همیشه از این لحاظ، مخصوصا وقتی که سرمایه‌داری به بحران دچار میشه، که همون زمان کلینتون بود که به نظر میرسید سرمایه‌داری در اوجشه، از اونجایی که سرمایه‌داری توی اوجش بحران میگیره، اونجا بحران گرفته بود، اینو میخواستن به اصطلاح تونستن خیلی قشنگ به عنوان یه ابزار سیاسی خودشون بیان سرکار، دموکرات‌ها رو بیان سرکار. ولی وقتی موقع اجرا که شد یه خورده یک دو سالی چکچونه زدن و اینا شدن، به هر حال گفته میشه که توی راهروهای کنگره آمریکا و سنا اینجا مرد داید به قول خودشون. به تا اینکه اومد زمان اوباما شد، این آقا دیگه این دیمند، این مطالبه جامعه، برای که خیلی راحت حتی لیبرال های چپ اینجا مدام با کانادا و اروپا مقایسه میکردن بیمه آمریکا، در حالی که 47 میلیون بیمه ندارن مطلقا توی یه مملکتی که هی توش میگم هزار جور شعارهای آنچنانی هم میدن که بله رئیس دنیاست و نمیدونم همه کاره هست همچی بلد و از این داستان ها محل نمیدونم لند آف اپورتونیتی یا زمین فرصت هاست. به حال یه ننگی بود واسه هر نوع حاکمیتی که سر کار میومد توی آمریکا. این سیاستی که درش تا حالا به کار برده شده، یک بار حالا اگر برسیم به بحث اوباما که من حتما خدمت توضیح میدم که این مختصر البته که به چه شکل در اومد، به شکل اجرا شد و چجوری پایش نقه یه شیر بیایی حالا دومایشگمه در حقیقت، و اگر بتونه مثلا هولد کنه نگه داره، الان دوباره علش ود رای دادن در سنا گیرم بوده رای دادن و منفی بوده، حالا ممکنه یه بلایی هم سریم، حالا چی میخواد چی کار ماش میخوام ماش بکنن، هزینه‌ش از کجا بیارم، من خدمتتون هستم. اوکی، اتفاقا من الان میخواستم همین سوال بکنم، ببینم اصلا کلا این اوباماکر چی هست، چقدر فراگیره، چقدر شامل همه میشه؟ به هر حال خوبه یه مقدار توضیح بدین چه جوری اصلا عمل میکنه. ما دیدیم که در سال 2008 بحران دیگه به طور کلی علنی شد، دیگه نذاشتن نگه دارن به اصطلاح افشا نشه. در حقیقت در 2008 بحران افشا شد، وقتی مثل 1929 وقتی FDR روزولت سر کار بود، اون اومد یه برنامه سوشال سکیوریتی گذاشت، یک عالمه به اصطلاح فشار آورد برای اینکه اینجا کمونیست ها قوی بودن، چپ ها قوی بودن، و نشست با چپ ها و کمونیست ها مذاکره کرد و داستان رو به این شکل سوشال سکیوریتی اینا یقه سرمایه‌داره گفت این مملکتش خودتونه، مثل کاری که به این آپولان میگن توی چیز کرده بود، به قول مارکس کرده بود، دو سرمایه‌دارا رو بالکنی‌هاشون می‌کشت، این سرمایه‌دارا جمع کرد، اگه ندین چپ میاد کمونیستی میشه، مثل روسیه میشه، اینجا اوضاع مثل اروپا میشه، اینا خیلی بد میشه. به هر حال اینا متقاعد کرد که، ولی این دیگه از اونجا متوقف شد دیگه، از اون بعد از جنگ جهانی دوم راست تونست حسابی اینجا به اصطلاح واسه خودش یه دورانی بگیره، عظمتی درست کنه و اینا. به هر حال بیشتر سرمایه رفت به جایی که به اوجش رسید و از اوجش همونجا شروع کرد بحران گرفتن، و الان این اوباماکر نتیجه یک بحران عظیم است برای حل کردن این بحران. به قول معروف سرمایه داری میخواد اینجوری بحرانش حل کنه، یه بیمه فراگیر داده، ولی خب در این حال آقای اوباما هم از این فرصت استفاده میکنه که برای خودش یه لگسی بگذاره. به قول معروف هر رئیس جمهوری حداقل سعی میکنه یه کار مردمی انجام بده که بگه من با این همه آلاف و علوف اومدم، اسمم تو دنیا چرخید و جایزه نوبل بهم دادن، حداقل من یه به یه دیمند رفته باشم پای پاسخ دادنش. ولی راه حلی براش نیست، اگر قرار باشه دوباره همون مردم زحمتکش دوباره خرجشو بدن که دیگه چه رفرمی زنده باشه.
بله. خب بابی ساندرز همطور که همه میدونن، برنی ساندرز ببخشید، میدونیم که رقیب هیلاری کلینتون بود، بالاخره یه توجهایی رو به خودش جلب کرد. اون یه گزارش میشه گفت، یه چیز تحقیقی من همجوری ازش دیدم که از یه فاجعه صحبت میکنه در صورت لغو این بیمه های درمانی اوباما، و میگه که 1.4% اگه اشتباه نکنم به میزان مرگ و میر و ناسلامتی توی جامعه آمریکا افزوده میشه. در این مورد شما چی میگین؟ بله، خود اینا دیگه مجبور به اعترافن. من یک چیز رو مقدمتاً اینجا خدمتتون عرض کنم که این سرصدایی که توی مثلا انذار میکنن، میدیا انجام میدن، خیلی معذرت خواستم، عکس سکسی آقای ترامپ دست آقای پوتین، اینا همه داستان پردازیه، ولی پایین داره یه داستان دیگه ای هست، یه ماجرای دیگه میگذره در آمریکا. و اینا میخوان ببینید همه مسئله اینجاست که با خرج این داستان کی باید بده، آیا سرمایه دار باید بده، یا دعوا اینجاست، یا طبقه کارگری که الان خودش زندگیش تباست، داره تباه میشه، و بخش مهمی از مردم نیمه مرفه و که اصلا ریخته شدن پایین و اینا دستشون به جایی بند نیست، نه کسی کریدیت کارت داره، نه کسی کریدیت کارت میده، نه داستان دیگه شده، عوض شده. الان این مسئله خیلی مهم شده، مسئله تأمین اجتماعی، مردم مریض میشن، مخصوصا مدارس الان مشکل دارن و سرمایه به هر حال باید سود ببره بالا، نمیتونه. و دقیقا اینجا مارکس جلوشون وایستاده، بعد جوری با تصویر بسیار بزرگی داره بهشون نگاه میکنه. اینجا مردم واسطه هم تازه ندارن، مثل حکومت اسلامی اومده باشه، حکومت دینی اومده باشه، گرفته باشه حکومت رو و اصلا اینو موج کرده باشه، به این صورت دیگه در آورده باشه، بعد یه جمهوری اسلامی رو اول از راه برداشت تا بتونه رد بره آدم. ولی اینجا آماده است برای این که بتونه یه حزب کمونیست کارگری واقعا با اون هم مختصات کمونیست کارگری اینجا پا بگیره و اول بره این ترید یونیونیزم رو بزنه. اول باید رفت ترید یونیونیزم زد، برای اینکه این واسطه ای هست که نمیذاره مردم واقعا بتونن به جایی برسونه، وگرنه جامعه آمریکا آماده است. زنده باشید. خب بگین جامعه آمریکا آماده است، منظورتون این هستش که مردم واکنشی نشون دادن؟ در این صورت واکنش مردم چی است به این مسئله؟ ببینید یه چیزی که خیلی لازمه، مهم نیست کجا ساخته میشه، چجوری ساخته میشه، یه حزب کمونیستی باید ساخته بشه تو آمریکا پا بگیره. حالا حتما تو خود آمریکا پا میگیره، یا ما که میگم روی ایران، از اونجایی که روی ایران کانسنتر کردیم متمرکز شدیم و اصلا هدفمون اینه که از ایران شروع بشه این داستان و فکر میکنیم اونجا مستعد هست، ولی خود آمریکا میتونه مستعد باشه اگر بتونی یه حزبی با اون میگم مختصات کمونیست کارگری پا بگیره که بدون از کجا شاید شروع کنه و اینقدر تو همون لاتایلات گذشته نمونه، اون کمونیستی نیست و اصلا انگار کمونیست ها از یونین میترسن، انگار اونا آقا بالا سرن، همیشه بود آقا بالا سرن، اونا وسیله دست دموکرات ها هستن. و حال میگم دنیا الان انقدر اوضاع انقدر واقعی شده پایین، انقدر تفکیک طبقاتی، چی میگن کمونیست ها شما، تفکیک طبقاتی صورت گرفته که این مثلا این دیمند ها دیگه اصل دیگه جز چیزهای اصلیش، مردم زیاد به خاطر عرض کردم خودشون مقایسه میکردن با این در اون در، میدیدن بهتر دارن زندگی میکنن، بهتر درآمد دارن به خاطر قوی بودن ارزش دلار در مقابل سایر پول ها. این حساب بیشتر زیاد دنبال این که با این هلت کیر چی کار کنن، با این خدمات اجتماعی که باید داشته باشن چی کار کنن، مثل اروپا بشن، اینا واسشون خیلی جدی شده، یه مسئله قبلا بهش زیاد اهمیت نمیدادن و به حکومت ها هم ازش فقط استفاده سیاسی ابزاری میکردن، به قول معروف که میآوردن اینو نمایش میدادن، مثل کلینتون و همسرش بیل کلینتون از ابتدا دنبال این داستان بودن و خیلی سرصدا کردن اینا سالایی که سالای 90 که حتی 92 دو سال توی دوره اول اینا مندیت دوره اولشون بود آقای بیل کلینتون که بخواد این یونیورسال هلتکر که خیلی دهن پرکار هم بود بندازه گردن کیا، کارفرما ها مثلا، که اونجا یک داستان درست شد. میگم دیگه یه روزی رسید که دیگه
توی راهروهای عرض کردم که کنگره مرد. و این میگم تا حالا دیگه به جای رسیده که این آقای اوباما میخواد عملا یه رفرم کرده باشه، به نام خودش یه چیزی گذاشته باشه، مثل ریگان که میرفت یه همنستی داد، یه گده همنستی گرفتن اینجا به قول معروف تو گیومه ایلیگال بودن، این هم میخواد یه بگه آقا من همه آمدم آلو بلوف داشتم، حتی یه چیز واقعی به مردم بدم، در این حال که این ضرورت رو بر این میبینن که به مردم باید چیزی داد، همونطور که سال 1929 FDR ضرورت رو بر این دید که یقین سرمایه‌دارا رو بگیره بشونه و بهشون میگه داستان اینه نکنین انقلاب میشه. از این نظر میگم آمریکا آماده است که بدونه از کجا باید شروع کرد، ولی چپ اینجا کمونیست اینجا نمیدونه. من اینجا داد میزنم جلو همه، قبلا نمیتونستم. کی میتونست بره تو جامعه مردم بگه آقا من کمونیستم، کمونیست اینو میگه؟ اصلا تابو بود اسم سوسیالیسم بیاری اینجا. حالا ما مخصوصا میریم چیزی یه حرفی میندازیم تو مردم که بگیم ما داریم از نگاه کمونیستی نگاه میکنیم. آقای دکتر ریچارد نمیدونم چیز اومده اومده الان کلی طرفدار پیدا کرده، در صورت که نمیتونی بهش اینو یک کمونیست پرکتیس دونست، یک آدمیه که خیلی به اصطلاح چیز داره طرفدار پیدا کرده توی دانشگاه، حتی در اوکلاهاما که مرکز بردهداری بود ایشون میگه من رفتم اونجا 250 تا جمع شدن توی دانشگاه دارم به حرف من حداقل خودش کمونیست معرفی میکنه، یا جامعه آمریکا رو خوب بررسی میکنه رشد سرمایه چگونه بوده چه بالا پایین داشته، ولی تو من تو اجرا که میاد که چجوری باید این کار رو انجام داد اونجا مدرک من لازمه. بله. بله. من یادمه که اون موقع ها که ما جوون بودیم یا حتی هنوزم وقتی راجع به آمریکا صحبت میشه، سرزمین رویاها، سرزمین رسیدن به آرزوها و غیره، یه جوری تصویر اینجوری داده میشد و داده میشه. چقدر واقعیه این؟ ببینید این خودش به صورت یه امر واقعی در میاد وقتی که سرمایه در اوجش هست. من شاید برای سوم بار میگم سرمایه در اوج، همون زمان کلینتون که به نظر میرسید همه جا هاوزینگ یه شاخص هست، یعنی خونه سازی یه شاخص هست در آمریکا. اینا رو خوب مردم ایران واقعا من امیدوارم این مصاحبات که شما میکنین با عزیزان مردم ببینن تو ایران که آمریکا چه خبره، چی داره میشه، چه اتفاقایی داره میفته، اینا رو مردم بدونن که امیدوار نباشن به اون سرزمین رویاها. زمانی که سرمایه‌داری حالش خوشه، بالاست، داره سوداوری میکنه، همه دارن میلیاردر و سریاردر و چلیار، حتی که الان هم تو دوره بحران هم میشن، اگه فشار عملا میذارن رو مردم روی طبقات پایین تر که دستشون به اصطلاح نمیرسه به اصطلاح بعضله به اون اصل قدرت سیاسی نمیرسه و مجبورن به یه جایی به اصطلاح بیستن. موانعی هم که در سر راه هست یه این از یه دیدگاه کمونیست‌کار که خیلی راحت میشه فهمید چی هست و کجا شروع کرد. و ما علت اینکه میگم شروع نکردیم به این صورت بخاطر اینکه واقعا متمرکز کردیم توی روی ایران، چیز ما این بود. ولی خب آمریکا هم داره آماده میشه، آمریکا هم داره، ولی این واسطه هایی که ما توی ایران داریم که به این صورت مثلا یه حکومت اسلامی بیاد سرکار و حکومت دستش بگیره و اون چیزایی بعد بحثا و انتظار محصول حکومت در مورد ایران اینجا یه طور دیگه عمل میکنه، سرماره طور دیگه اینجا باش برخورد میکنه، میدونه که اینجا مستقیما میتونه وارد گود بشه، دیگه واسطه ای نیست که بخواد بندازه، باید بره کل سرمایه رو توی مردم عملا خود 99% دارن میگن تو چرا پاش نمیری آقای کمونیست. به حال این هست که این رفرم ها رو اینا لازم میدونن دموکرات ها و اینها الان اون چیزی که سرکار اومده مثل که مقاصد دیگه ای رو در سرش داد. جمهوری اسلامی توی تبلیغات خودش معمولا میگه که اگه مردم مثلا تو ایران بدبختن، فقر زیاد هست و غیره و غیره، همه جا همین جوریه، همه جا مردم فقیرن، مشکل دارن، بدبختی دارن و غیره و غیره، یعنی با خیلی فرقی نداره با همه دنیا. نظر شما چیه؟ بله بله، روندی که در پیش هست شاید بشه که خیلی فرقی نداره، ولی جمهوری اسلامی بحران شاخص خودشو داره.
علاوه بر اینکه بحران‌های دیگه سرمایه داری که الان این روند رو در پیش گرفته سر جمهوری اسلامی هم میاد و شامل حال جمهوری اسلامی هم میشه، اون خودش یه بحران خاص خودش رو داره که ما از شکست کردیم سرمایه اسلامی اصلا اسلام سیاسی چی هست و بحث در قدرت به چه شکل در میاد، چه چیزایی میخواد بره بیاره. خمینی مثلا گفته بود من میخوام برم 1400 سال پیش، واقعا راست گفته بود، بی خود نگفته بود، عقیده داشت که ببره ایران رو، ببره سرمایه‌داری ایران رو با قوانین و موازین همه تو همه عرصه‌های اقتصادی سیاسی فرهنگی تا خونه خداخواه مردم رو با این قوانین سرمایه‌داری رو بچخون، معلومه موجهش میکنه، معلومه این بحرانش همیشگی خواهد بود. بحثایی که من حکمت کاملا الان امروز روز جلو چشم همش درست عذاب کردن. خب این هم تو میتونی بیاری توی این این نظرگاه رو شما میتونی بیاری توی یه حزب کمونیستی در آمریکا، اگر بتونی چراغش رو برافروزی به نظر من میتونی موفق بشی. بله. وقتی آدمی مثل چیز اینا موفق میشه تا این درجه، آقای ریچارد بوبز چطور نمیشه یه حزب کمونیستی که پرکتیکال این کار رو انجام بده؟ که این نظرگاه رو داشته باشه، این تئوری هاش بحثاش ازش به درد همه جا میخوره، همه دنیا زنده باشی. بله. اینو از همین قبل میگم واقعا. بله. خب ما به آخر برنامه‌مون میرسیم، فکر کنم 3 دقیقه فرصت داشته باشیم. تو این 3 دقیقه با توجه به صحبتایی که شما توی اکثر سوالا به این اشاره کردین که آمریکا آمادگی این رو داره که مردم به میدون بیان یک کارای انجام بشه، حالا من میخوام بپرسم ببینم سوسیالیسم، برابری طلبی، اندیشه های سوسیالیستی چقدر میتونه به یک جریان پرقدرت توی آمریکا تبدیل بشه و چه جوری؟ من از کلام شما صحبت‌های قبلی من نشون بده که این پاسخ این سوالو دادم که واقعا جا داره، ولی یک حزب کمونیستی اگر اینجا تأسیس بشه میتونه این رو، این رسالت رو داشته باشه که بدونه از کجا باید شروع کنه، بدونه که میشه طبقه کارگر رو تکونش داد، عوضش کرد و اصلا تلقیات سیاسی طبقه کارگر رو عوض کرد در آمریکا. اونایی که اون بخشی که یونین که واقعا میشه گفت حالا آدمهایی مثل یافا بودن توش، تو تمسترا، تو راننده، ولی اینا چهرهای تکاتوکی هستن که به هر حال جلوه میکنن، ولی کلن ترید یونیونیزم چیزیه که خود لنین روش بحثی داشته و ما باید در آمریکا اینو واقعا بهش از ابتدا باید به این حمله کنیم و بهش بگیم که چجوری نقش واسطه رو واسه بخشی از سرمایه بازی میکنه و این تشکیلات کاملا سرمایه دارانه هست و در واقع نقش سوپابیت مینانه دقیقا میشه گفت برای سرمایه بازی میکنه، وگرنه طبقه کارگر آمریکا این استعداد رو داره که بتونه یه حزب کمونیستی داشته باشه از جنس حزب کمونیست کارگر ایران. بله. خیلی متشکرم از شما سعید مودانلو. من یک نکته دیگر عرض کنم، در مقام مقایسه گفتید من یادم رفت بود، اگر اجازه بدید من اینو بفرمایید، فرصت دارید. آمریکایی هنوز خودش رو با مکزیک مقایسه میکنه، باز بهتره، با ایرانی مقایسه میکنه. شما نمیتونه آخونده بگه همه بدبختی رو دارن میکشن، نه اینطور نیست، هنوز به مراتب از مکزیک مردم آمریکا بهتر زندگی میکنن و درآمدشون بیشتره. ببینید اون کسی که میگن نه یه درون مسئله است، میگن اون اینا چیز بده، اینم بگم اون کسی که نداره با نداریش به هر حال یه جوری عادت کرده میسازه، این برای سخته، ولی برای اون کسی که داشته و داره از دست داده برای اون خیلی خیلی سخته، گریه اون بیشتره. این اتفاق اینجا داره میفته در آمریکا، اونا داشتن و دارن از دست میدن، کماکان به مراتب اصلا قابل مقایسه با مردم ایران نیستن زندگیشون. زنده باشید. خیلی متشکرم ازتون، موفق باشید. گفتگوی امیدوارم خوشتان درست باشید کماکان، کارتون هم طور که واقعا امیدوارم کارتون پیش بره تو ایران و میره. خیلی ممنونم، مرسی. ممنونه. زنده باشید. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با سعید مودانلو در مورد بیمه های درمانی اوباما که قراره که ترامپ، یعنی شد در واقع به تصویب رسید که لغو بشه این بیمه های درمانی. امیدوارم بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری و همکارم آرش یزدان
برای شما ساعات و لحظه خوبی آرزو مندیم. پیروز باشید.